یه بیننده ما در سوئد از شما درباره نقش صمد بهرنگی پرسیدن، میگن که در کتاب چیز که الان همراه منم هست، صیاد سایه ها، شما درباره صحبت کردین، این در انقلاب سهمی داشته ایشون؟ اون صمد بهرنگی دیگه در انقلاب تا اون زمان سالها از مرگش گذشته بود، ولی اسطوره‌اش به هر حال به گمان من جزو اسطوره های پرنفوذ اون دوران بود. یعنی خود صمد بهرنگی و ماجرای غرق شدنش و این تهمتی که به هر حال زده شد و به نظر میرسه که هیچ سندیت تاریخی و حقانیت تاریخی نداره، دلیل بر این که ساواک رو غرق کرده، مرگی که متاسفانه به خاطر بلد نبودن شنا و رفتن در یک قسمتی از رود ارس که قسمت خطرناکی بود، هم خود اون اسطوره‌اش و هم نوشته‌هاش به خصوص ماهیسیای کوچولو که در واقع تمثیلی از مبارزه چریکی بود، و خود صمد بهرنگی به هر حال با سازمان فداییان خلق نزدیک بود، با یکی دو تا از بنیانگذاران فداییان خلق نزدیک بود، با بعضی از روشنفکرانی که در اون زمان در ایران در آستانه انقلاب در ایران نفوذ فراوان داشتند، صمد بهرنگی با اینها آشنا بود، سفر کرده بود، از سایدی بگیرید تا دیگران، تا بعضی از شخصیت های مهم سازمان فدایی های خلق. به همین خاطر به نظر من در آستانه انقلاب اون نوع برخورد، اون نوع برخورد صمد بهرنگی که در واقع یک نوع برخورد چپ سنتی رادیکاله که جهان رو به سیاه و سفید میبینه، تمام اغنیا رو تجسم سیاهی میبینه، تمام فقرا رو تجسم نجات میدونه، خواستار نوعی خشونت علیه اغنیا هست، خواستار عمل فردی شجاعانه هست، چون که ماهی سیاه کوچلوش انجام میده، و بعضی داستانهای دیگرش که واقعا داستانهای الان که آدم میخونه داستانهای شگفت‌انگیزی هستن، از بابت خشونتی که درشون هست، از بابت رابطه ای که بین مثلا بچه کارگر و بچه یه خانواده ثروتمند قائل میشه. در اون فضا به گمان من صمد بهرنگی یکی از اسطوره های با نفوذ جریان چپ انقلاب، برخلاف اونچه که امروز آقایون میگن، برخلاف اونچه که تاریخ رسمی جمهوری اسلامی از انقلاب هست، به گمان من انقلاب 1979 یک انقلاب دموکراتیک بود، یعنی خواست مردم، خواست دموکراتیک بود، درش طیف وسیعی از طرفداران آیت الله خمینی بگیرید تا طرفداران چپ و جبهه ملی اون وسط، اینها با هم متحد شدن برای برانداختن شاه، و تنها وجه مشترکشون این بود که شاه بعد بره، به قول آقای خمینی شاه باید برد، و اینکه حالا بعدش چی میاد دیگه خدا میدونه، خدا میدونه، خدا که با ما صحبت نمیکنه، ظاهرا خدا فقط به نایبش در روی زمین صحبت میکرده، فقط با آیت الله خمینی گفت، به بقیه ما هر وقت میپرسیدیم خب بالاخره بعدش چی، میگفتن بس بعد از مرگ شاه، بس بعد از رفتن شاه، یه دی خام بودن، فکر کردم واقعا بحث بعد خواهد بود، غافل از اینکه اینا برنامه ریزی دارن میکنن، در همون زمان شورای انقلاب مخفی داشتن و چپ رو خب به هر حال کنار گذاشتن، جبهه ملی هم کنار گذاشتن. به هر حال برگردیم به صمد، به گمان من در اون زمان یکی از اسطوره های با نفوذ اون دوران بود، و امروز که به گمان من جامعه ایران از جامعه ای که احتیاجی به منجی فردی داشته باشه، چه اون منجی فردیش یک ماهی سیاه کوچولو باشه، چه اون کسی که ادعا میکنه ولی هست و تنها نماینده حقانیت در عرصه جامعه هست، چه بقیه این کسانی که چنین ادعای به قول خودشون تولا دارن، جامعه ایران از اون مرحله برگذشته، و همونطوری که برای ماهی سیاه کوچولو دیگه اهمیتی قائل نیست، برای
روحانی دیگری هم که با عمامه سیاه سرش باشه و فکر میکنه مثل ماهی های سیاه کوچولو تنها نجات بخش جامعه هست، هر دو اینها به گمان من دوران تاریخیشون در ذهنیت جامعه ایران سپری شده.